عیسی شریفی سردار سپاه 12 سال قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران از 64 تا 96 قبل از اینکه بیاد شهرداری عضو هیئت مدیره بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بود. قبلش تو نیروی هوایی سپاه بود. قالیباف از همون موقع که فرمانده نیروی هوایی سپاه بود عیسی رو میشناسه. من باقر قالیباف که میشه شهردار تهران عیسی رو میاره میکنه معاون شهر، معاون خودش در امور مناطق. همزمان عیسی میشه قائم مقام من باقر و در غیاب من باقر عملا میشود شهردار کلان شهر تهران، نمیدونم 12 میلیونی فعلا با اون بودجه های کلان و اون درآمد های کلان. اواخر دوره قالیباف سال 96 عیسی شریفی که شدت حملات به قالیباف و سر فساد شهرداری تهران میبینه استعفا میده، میره خارج، مثلا زرنگی میکنه. خرداد 96 به بهانه مریضی بچهش. بعد چند تا از رفقاش باش تماس میگیرن، میگن کسی کاری بهت نداره، برگرد، کسی با تو مشکلی نداره، خیلی ها رو داریم که بخوایم قربانی کنیم. خودش میگه فریبم دادن و گفتن بازداشت نمیشی، منم برگشتم. اواخر تیر 96 برمیگرده ایران، شهریور 96 میگیرنش. به حکم کی؟ نه به حکم رئیس قوه قضاییه، به حکم خامنه ای، رهبر معظم که تو هیچ جزئیاتی میگه من دخالت نمی کنم. مثلا رئیس شورای شهر تهران خبر داد که با دستور رهبر جمهوری اسلامی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران مسئول رسیدگی به پرونده اتهام فساد مالی 10,000 میلیارد تومانی قائم مقام شهردار سابق تهران شده است. حالا اینکه چرا در دادگاه نظامی و رئیس ستاد نیروهای مسلح مسئولشه، هفته پیشم اشاره کردم شهرداری که نهاد نظامی نیست که، اما دلیلش رو خواهم گفت که چرا در دادگاه نظام. به هر حال دادگاه غیر علنی است و هیچ کس از صورت جلسات هیچ کدوم از جلسات دادگاه خبر نداره. 15 بهمن 98 سخنگوی قوه قضاییه با صراحت گفت در پرونده شریفی هیچ اتهامی متوجه رئیسش قالیباف نیست. 21 خرداد 99 اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا دوباره با صراحت از قالیباف رفع اتهام کرد. اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه اگر در پرونده عیسی شریفی ثابت شود که رئیس مجلس یعنی قالیباف تخلفاتی داشته چه اتفاقی میافتد، تاکید کرد که ما با اگر و شاید حرف نمیزنیم، فردی که شما از ایشان نام بردید در زمره متهمان این پرونده نیست. شانزدهم دی ماه 99 سخنگوی قوه قضاییه گفت حکم پرونده صادر شد. این پرونده در دادگاه رسیدگی شده، حکم صادر شده، حکم به افراد ذینفع در پرونده، چه مؤسسات شاکی و چه محکومین این پرونده، ابلاغ شده، از این حکم فرجام خواهی شده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و الان پرونده در دیوان عالی کشور هست. حکم پرونده صادر شده، یعنی حکم عیسی شریفی قائم مقام قالیباف و حکم محمود سیف اطلاعات سپاه همدستش در این پرونده و 7 نفر دیگه که با قرار وثیقه آزادن صادر شده، اما باز هیچ کس متن حکمو ندیده که حتی بشه دونست اتهام ها چیه. بعد از 16 دی 99 که سخنگوی قوه قضاییه گفت حکم پرونده صادر شده که شنیدید، هیچ خبری دیگه نشد تا 4 بهمن که کانال تلگرامی سرائر که مال جبهه پایداریشونه، جبهه پایداری از وزرای دولت احمدی نژاد که مخالف به اصطلاح
جریان انحرافیان و حالا مخالف احمدی نژاد هم شاید باشن، مثلا آقا تهرانی، حجت الاسلام، آقا تهرانی، اینا جبهه پایداری رو دارن. خبر و کانال تلگرامی اینا همون سرائره که پخش کرد خبر رو. فقط او نوشت حکم دادگاه رسیدگی به تخلفات مالی عیسی شریفی قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران مبنی بر رد مال به ارزش 480 میلیارد تومان و 20 سال حبس قطعی شده 20 سال حبس قطعی شده است. این پرونده در دادسرای نظامی بررسی شده و عیسی شریفی، سردار مهردادی و محمود سیف از متهمان این پرونده هستند. هیچ مقام مسئولی این حکم اعلام نکرد، هیچ مقام مسئولی هم این حکم رو تکذیب نکرد. همه رسانه‌های جمهوری اسلامی هم همین خبر رو از رو دست کانال تلگرامی سرائر کپی کردن. خب هدف همین بود. به کدام نمونه از انبوه دزدی‌های کلان و سوء استفاده‌های جهادی قالیباف و اطرافیاش تو شهرداری تهران پرداخته شده که به این یکی پرداخته بشه؟ یه جایی درز بدیم خبر رو، تمومش کنیم. یه جای ناشناخته. هفته پیش گفتم وقتی فساد قالیباف در شهرداری تهران از حد چنان گذشت که دیگه نمیشد هیچ جوری دهن روزنامه‌نگارایی رو که هر روز گوشه‌ای از این فساد رو افشا میکنن بست، حکومت به فکر راه چاره افتاد طبیعتاً تا هم قالیباف رو حفظ کنه و همین پرونده فساد در شهرداری رو یه جوری جمع کنه. رهبر معظم وارد میشه، حکم میده به باقری رئیس ستاد نیروهای مسلح که عیسی رو بگیرین تا من باقر قصر در بره. طبق گفته رئیس شورای شهر تهران، عیسی شریفی رو به دلیل اختلاس 10,000 میلیارد تومانی گرفتن. حکم دادگاه چیه؟ افزون بر زندان 480 میلیارد تومان رد مال. یعنی اگر دزدی کلان و اختلاس و 10,000 میلیارد تومان طبق آنچه گفته شده در نظر بگیریم، سردار مختلص موظف است که 1/20 پولی رو که دزدیده پس بده. از 10,000 میلیارد چقدر؟ 480 میلیارد، 500 میلیارد، 1/20 پس بده، بقیهش هم مال خودش. تازه به کی پس بده همین 1/20؟ به شهرداری؟ نخیر، به قوه قضاییه. یعنی به همون 63 حساب بانکی رئیس قوه قضاییه که رئیسی میگوید کردمش 4 حساب که همه وثائق و جریمه های آمده در حکم دادگاه میره اونجا، مگر اینکه تو حکم دادگاه نوشته شده باشه که باید پول برگشتی به فلان شخصیت حقیقی یا حقوقی برگشت داده بشه، که هم چیزی لااقل حکمی نیست که گفته بشه. محمد علی خانی عضو شورای شهر میگوید اصلا اون پول به شهرداری بر نمیگرده. محمد علی خانی عضو شورای شهر تهران میگوید اطلاعاتی که اعضای شورای شهر تهران درباره پرونده شریفی میداند بیشتر از رسانه ها نیست و آنها حکم او را در رسانه ها دیدند. او در پاسخ به این پرسش که آیا رد مال 480 میلیارد تومانی شریفی دردی از شهرداری پربدهی تهران دوام میکند گفت شما رأی را دیدید؟ همین 480 میلیاردی هم که در خبرها منتشر شده من فکر نمی کنم قرار باشد به شهرداری داده شود. در واقع بعید است در این پرونده چیزی گیر شهرداری بیاید، چون آنطور که مطرح می شود این پرونده خارج از حیطه و دخالت شهرداری مورد رسیدگی قرار گرفته. ولی دستگاه قضایی اعلام کرده که اتهام‌های عیسی شریفی قائم مقام شهرداری قالیباف مالی است. یکی از موارد این اتهام مربوط می شود به 2662 ملک شهرداری تهران که در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار داشته که از این تعداد حدود 1904 ملک، یعنی حدود 2000 ملک، یعنی تقریبا اکثر این ملک هایی که در اختیار افراد حقیقی و حقوقی به وسیله شهرداری قرار داشته، ملک کامل شهرداریه، حدود 2000 ملکش ضوابط قانونی را کاملا رعایت نکردند. مجموع ارزش املاک نجومی چقدر بوده و چقدره؟ خودشون میگن واگذاری چند هزار
میلیاردی املاک به بعضی از مدیران ارشد شهری و برخی اعضای شورای شهر تهران در زمان محمد باقر قالیباف. خبر داشتن از این دزدی‌های کلان و سوء استفاده ها، حضرات، بازرسی، اطلاعات، دستگاه قضایی، یا تازه خبردار شدن بعد به رهبر گفتن، بعد رهبر معظم هم حکم بازداشت عیسی رو داده، تو این 12 سال خبری داشتن؟ دست کم بر اساس اسنادی که هست از سال 95، الان آخر سال 99، از سال از اوایل سال 95 سازمان بازرسی کل کشور یقه شهرداری تهران سر همین موارد گرفته بوده. نهم شهریور 95 سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای فروش 200 ملک شهرداری تهران به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر به قیمت غیر واقعی و بسیار پایین همراه با 50% تخفیف و قسط های 60 ماهه را غیر قانونی خواند. این سازمان همچنین اعلام کرده که این 200 آپارتمان، خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران در مجموع 2200 میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی فروخته شده است. فروخته که چه عرض کنم، حبه شده است به قول آخوندها. 2200 میلیارد تومان فقط 200 آپارتمان و اینا. باز بگم که فقط نامه سازمان بازرسی کل کشور نیست که به دلیل آنکه این نامه رو، همین نامه رو، این نامه بازرسی رو که دیدین، اولین بار یاشار سلطانی روزنامه‌نگار منتشرش کرد، افتاد زندان به دلیل انتشار این نامه. باز همون سال 95 حسین معصوم نماینده وزیر راه در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با اشاره به تخلفات جدید شهرداری مبنی بر فروش پارک های تهران میگوید شهرداری تهران اخیراً یکی از پارک های منطقه جردن را به برج سازان فروخته است. در منطقه سعادت آباد هم دیده شده دور بخش از پارک ها دیوارکشی شده و ساخت و ساز در آن منطقه در حال انجام است. تعدادی از پارک های تهران به دو نیم تقسیم شدند که نیمی از آن به بساز به فروش ها فروخته شده و ساخت و ساز در حال انجام است. مسئولان در شهر تردد می کنند و شاهد این اقدامات هستند، اما برخوردی صورت نمی گیرد. این اقدامات غیرقانونی در سایه توافقات انجام می شود، یعنی راند ها، یعنی بان بازی ها، یعنی خورده مافیا قالیباف. این حرفا مال سال 95، نامه های رسمیه. کی شهردار بود؟ چرا این غارت ها و راند خاری ها دنبال نشد؟ از رهبر معظم بپرسید. یکی از تخلفات باند قالیباف راند خانوادگی قالیبافه که دیگه همه میدونن. قالیباف میاد به اسم پرداخت بدهی به پیمانکارا هولوگرام صادر میکنه، فیش تراکم سیار، بسته به اینکه چقدر طلب داشتن، فلان پیمانکار طلب داره، شهرداری بهش سندی میده که میتونه، یا اسنادی میده که میتونن هر جا که زمین قابل ساخت باشه بدون طی کردن مراحل نمیدونم اجازه گرفتن فلان اینا ساخت و ساز بکنن. و خود این حواله های تراکم دارین میبینین شد مثل ارز که دست مردم خرید و فروش میشد و میشه. این تراکم فروشی خودش یکی از راه های کش رفتن تراکم ها گذاشتن تو جیب عقبی خودیا بود. خانواده قالیباف یکی از کش بروها بودن. سال 96 با تموم شدن دوره شهرداری قالیباف، به دلیل اینکه دیگه تمام تهران و این ماجرا طلا گرفته بود، تراکم فروشی اعلام شد که ممنوع است. یاشار سلطانی عرض کردم مدیر مسئول معماری نیوز توقیف شده که به دلیل افشای دزدی های کلان شهرداری قالیباف افتاد زندان، اسنادی رو منتشر کرده به تازگی که تراکم فروشی های همسر و فرزندان قالیباف رو نشون میده. میبینید تو این اسناد مؤسسه شمس الشموس متعلق به الیاس قالیباف پسر منباقر، زیر مجموعه خیریه امام رضا متعلق به مامانشه زن من باقر، بنیاد مستضعفان میاد 3 قطعه زمین به مساحت نزدیک 6000 متر مربع تو سعادت آباد به شمس الشموس واگذار میکنه. اینطوری مراکز پژوهشی و تفریحی و دانشگاهی و مدارس لاکچری مهر هشتم که شهریه هر شاگرد ابتدایی 30 میلیون تومان تا قبل از کرونا بود را میفته. بنیاد مستضعفانه دیگه، به مستضعفان میرسن.
تو این اسنادی که دیدین، تو چهارمین نامش، حالا اگه فرصت داشتیم دوباره نشون بدیم، تو چهارمین نامش آمده است که 64 میلیارد تومان بابت عوارض ملکی، 64 میلیارد تومان بابت عوارض ملکی که شمس الشموس گلپسر قالیباف صاحبشه به شهرداری تهران پرداخت شده. اینو توجه بفرمایید. تو نامه نوشته شده که میبینین دیگه، حال تو نامه چهارو میبینین که 64 میلیارد تومان بابت عوارض ملکی که به مؤسسه گلپسر قالیباف شمس الشموس داده شده، واگذار شده، عوارض این ملک پرداخت شده. همینطوری بین خودشون یاشار سلطانی نوشته در عوض قرار شد عوارض 64 میلیارد تومانی ساخت برج 21 طبقه در باغ برره را که متعلق به بنیاد مستضعفان است شمس الشموس پرداخت کند. چرا اونجا مال خودش نداد، اینجا میره مال باغ برره رو میده که مال بنیاد مستضعفانه؟ چون این 64 میلیارد تومان در واقع نمیده، در قالب هولوگرام تراکم سیار به بنیاد منتقل شد. هولوگرام ها متعلق به خیریه همسر قالیباف است و مشخص نیست یک خیریه چرا باید هولوگرام فروشی کند. حالا اینجوری پرونده جدیدی باز کردن، همین پنجشنبه دیروز خبرش منتشر شد که کسی که اینا رو افشا میکنه، یاشار سلطانی، دوباره براش 13 ماه حبس بریدن. باز هر روزم تو سخنرانیاشون میگن روزنامه‌نگاران افشای فساد فلان بهمان، حرفای مفتی که من نمیدونم دیگه، حتی خودشون هم فریب نمیده. به هر حال این ماجرای 64 میلیارد تومانی که گفتم این وسط پاپولی میشه اصلا و فقط اسمش نامش میاد که پرداخت شده و به اسم هولوگرام که معلوم هم نیست حتی هولوگرام داده شده باشه، یعنی همون تراکم سیار، از شهرداری، از شوهرش مامان الیاس میگیره و بعد به عنوان عوارض ساخت برج 21 طبقه در باغ برره که مال بنیاد مستضعفانه، به جای بنیاد مستضعفان این عوارض به صورت هولوگرام برمیگردونه شهرداری. یعنی 64 میلیارد تومان اینجا یک جا تو جیبشونه. ببینید اینجوری از مال مردم، از بنیاد مستضعفان و از شهرداری میریزن جیبشون، بعد این جیب به اون جیب میکنن. خیریه امام رضا که تو قباله زن قالیباف خانم زهرا مشیره، طبق آنچه در روزنامه رسمی ثبت شده فروردین سال 93 به ثبت رسیده. فرهاد یعقوبی قزوینی رئیس هیئت مدیرشه. قزوینی وقتی قالیباف فرمانده نیروی انتظامی بود، معاون هماهنگی نیروی انتظامی تهران بزرگ بود. این رئیس هیئت مدیره بنیاد زن قالیباف. عضو دیگر هیئت مدیره این خیریه رضا شیران خراسانی است که گفته می شود به عنوان یکی از دوستان قدیمی شهردار تهران در برنامه های انتخاباتی او نقش موثری داشته. محمد باقر ضمیر خرسندی یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره است که فردی رسانه ای نیست، اما در همان سال 93 اسمش در هیئت مدیره شرکت توسعه بازرگانی بین المللی شهر که بی ارتباط با شهرداری تهران هم نیست ثبت شده. و البته نفر دیگری این خیریه مصطفی قفاری دستیار پروفسور سمیعی است. حیف پروفسور سمیعی با این تخصص بالا و در آغوش کشیدن مسئولان جمهوری اسلام. بعد از تأسیس خیریه امام رضا تو قباله زن قالیباف، طرح‌های ریز و درشت و موفق و متوقف مانده‌ای که در این سالها در معاونت امور زنان و دفتر مشاوره خانم مشیر در شهرداری تهران انجام می‌شد، پس از تأسیس مؤسسه خیریه امام رضا یک جا به این مؤسسه واگذار شد. دیگه خونوادگی تر از این و زمین و خیریه و
تمیز کردن پول قاچاق تو خیریه امام رضا و شمس الشموس و مجموعه مهر هشتم اینا فقط نیستا. یه نمونه فقط بگم بگذاریم. علی غفاریان فعال رسانه اصولگرا، مدیر مسئول سایت سرات نیوز، دارین میبینین دیگه، نوشته به نظرتون اسحاق قالیباف پسر کوچیک آقای رئیس مجلس که در استرالیا تحصیل کرده چگونه رانت فروش عمده گوشت در فروشگاه های شهروند در زمان شهردار بودن پدرش را به دست آورده بود؟ یه بار دیگه میخونم چون غلط خوندم. به نظرتون احسان اسحاق قالیباف پسر کوچیک آقای رئیس مجلس که در استرالیا تحصیل کرده است چگونه رانت فروش عمده گوشت در فروشگاه‌های شهروند در زمان شهردار بودن پدرش را به دست آورده بود؟ چجوری؟ یعنی وقتی بیل میزنین میبینین چه چیزایی در میاد. فقط نمیدونم شمس الشموس و مهر هشتم و خیریه امام رضا و این داستانا نیست. اینجوری رخنه میکنن در تمام اقتصاد بازاری که کالاهای اساسی مردم دستشه. قالیباف و خانوادش یک سر از هر اتهامی همچنان تبرن، چون رهبر معظم اراده کرده. شهردار فعلی تهران آقای حناچی میگه از دار و دسته قالیباف املاکی رو که به صورت غیر قانونی در اختیارشون بوده پس گرفتی. از تیم آقای قالیباف مثلا ما ملکی داشتیم بیش از فکر میکنم حدود مثلا 5-6000 متر زیر همت تقاطع امام علی اگه اشتباه نکنم یا صیاد. ما تحویل گرفتیم از سرکار خانم مشیر املاکشون تحویل که در اختیارشون بود تحویل گرفتیم. از آقای طلایی تحویل گرفتیم. ممکنه چیزایی هم باقی مونده باشه. حالا بخشی از اینها شرایطش متفاوته. بخشی از اون املاکی که شما میگید تو لیست املاک نجومی بودن. تو املاک نجومی سند خورده بود اینا به افراد. یعنی پس گرفتن اینا از عهده ما بر نمی اومد. سیستم قضایی اینها رو تعقیب کرد و خیلی هاشون رو پس گرفت یا قیمت رو واقعی کرد. من اطلاع دارم که خیلی از افرادی که اون موقع املاکی گرفته بودن با ما مکاتبه کردن، ارزش روز املاک گفته شد و ما با تفاوت املاک گرفته شد. تو نظام مقدس جریمه و زندان غیره فقط برای مردم عادی است. اعلام کردن که زمین‌های مورد تخلف از خیریه امام رضا و شمس و شموس پس گرفته شد، یعنی از زن و پسر قالیباف، که البته هم چیزی هم نیست و همش غیر قانونی، همش طبق قانون خودشون. به چه حسابی 5000 متر مربع بنیاد مستضعفان میده به گل پسر قالیباف که توش تجارت میلیاردی بکنه همراه مامان جونش و داداش جونش و ممهادی رضوی جونش، دوماد محمد شریعت مداری وزیر که شده جایزه شفافیت هم گرفته محمد شریعت مداری وزیر رفاه. واقعا به ریش مردم اینا بد میخندن. حالا اصلا گیریم که همه اینا درسته، همه اینایی که آقای حناچی گفت درسته، همون تراکم سازی هایی که میگین غیر قانونی بوده ازشون گرفتین. مگه نمیگین غیر قانونی بوده؟ خب اینا مجرمن نیستن؟ کار خلاف قانون نکردن؟ هم اینا و همونایی که بهشون هدیه دادن، واگذار کردن، حبه کردن، چه میدونم دادن دیگه. مسئله این است که یک، در تمام مدتی که این تخلفات صورت گرفته چه کسی مسئول بوده؟ من باقر قالیباف. دو، چرا قوه قضاییه اعلام میکنه که اتهامی متوجه قالیباف نیست؟ سه، چرا وقتی روزنامه نگاری نامه سازمان بازرسی کل کشور رو درباره تخلف در شهرداری قالیباف منتشر میکنه، یعنی یک نامه رسمی از یک نهاد رسمی، روزنامه نگار باید بیفته زندان؟ چهار، خودتون میگین 10,000 میلیارد تومان از اموال مردم و شهرداری قالیباف به باد داده، یعنی به جیب خانواده و دوروریاش ریخته. چرا با وجود پس گرفتن اموالی که غیر قانونی به زن و بچه شهردار تهران داده شده، نه شهردار تهران و نه زن و بچهش مورد پیگرد قانونی قرار نمیگیرن و باز اعلام میشود اتهامی متوجه آنان نیست و همون شهردار بانباز سوء استفاده چی میشه؟ رئیس مجلس.
ببینید فرصت زیادی نداریم که من همه داستان رو توضیح بدم خدمتتون، فقط در این حد بگم که 27 خرداد 99 محسنی اژه‌ای گفت در پرونده عیسی شریفی چون یک سری مسائل دفاعی هم مطرح بوده تصمیم بر غیر علنی بودن دادگاه گرفته شد. مسائل دفاعی چیه؟ چاپ اسکناس یمنی، خرید 300 دوربین دید در شب که لو رفت آمریکا و اتریش انداختنشون تو تله و چند مورد دیگه که خواهم گفت. ببینید هر دو شرکتی که واسطه دریافتی‌های هزاران میلیاردی از شهرداری قالیباف بودن، یه سرشون به نیروی قدس سپاه وصله، یعنی لوجستیک سپاه در یمن رو داشتن، برای همین گفتن پرونده بره دادگاه نظامی محرمانه باشه. محمود سیف که اسم دیگه‌اش محسن سجادی نیاست، متولد 1343، مدیر عامل سابق شرکت تجارت الماس مبین، 3 آبان 96 بر اساس اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در فهرست تحریم‌های این کشور قرار گرفت. اتهامش اینه که از طریق شرکت پردازش تصویر رایان تجهیزات و لوازم لازم برای جعل اسکناس از اروپا تأمین کرده، متهم به تأمین سلاح برای سپاه. شرکت تجارت الماس مبین در مشارکت با شرکت پردازش تصویر رایان یک شبکه جعل اسکناس‌های یمنی رو سازماندهی کرد که در خدمت نیروی قدس سپاهن. این شرکت سال 92 خط تولید سیم کارت و کارت هوشمند رو راه انداخت و همون موقع اعلام شد که این شرکت قابلیت تولید هولوگرام، همینایی که شهرداری قالیباف استفاده کرد، چاپ قبوض تلفن و نخ اسکناس را دارد و میخواد کارت ملی رو انحصارش در دست بگیره. و محسن سجادی‌نیا به همراه مسعود مهردادی، یک عکس ازش هست، معاون اقتصادی بنیاد تعاون سپاه، در سالهای اخیر تمام فعالیت‌های خود را در قالب هلدینگ اقتصادی یاس پیش می‌بردند، یعنی همون شرکت که رسماً مال بنیاد تعاون سپاه و طرف بدهی‌ها و اخلاص‌های دوره 12 ساله شهرداری قالیباف در پرونده عیسی شریفی است.